با نام خدا و با عرض سلام به خبر شش خوش آمدید. امروز چهارشنبه نهم ماه جدی سال 1394 خورشیدی. در آغاز سرخط چند خبر. سنگرگیری طالبان در خانه ها، علت کندی عملیات نیروهای امنیتی در سنگین. پرسنل عامتان مورال قوی دارد، فقط این ضعیفی فقط از قماندان توله مشروط تا قماندان کندک ما لوای ماست. باید اسم مجازا شوند کسایی که در ساحهشان غفلت شد. اطمینان وزارت امور داخله بر تامین امنیت مسیر انتقال پایپلاین گاز ترکمنستان. شما اطمینان میتونم که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به تمام المانا توانمندی از این داره که البته این پروژه را بسیار به شکل موافقانه حفظ کنه. رفتن بیشتر از 200 هزار پناهجوی افغان از راه های دریا به اروپا در سال 2015 میلادی. پالش حکومت برای بکارگیری از بندر چابهار برای انتقال کالاهای بازرگانی به بازارهای هند. و جشن و پایکوبی نیروهای عراقی و بسیج شدن این نیروها برای نبرد فلوجه. شجازکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. نیروهای دولتی در سنگین خواهان کیفر سخت به آن نظامیان هستند که در کارشان غفلت کردند. شمار از سربازان و افسران در بالاسفوری سنگین میگویند که به علت غفلت برخی از نظامیان طالبان به بخشای از این بالاسفوری دست یافتند. ولی آریان و عبدالله همیم که در خط نخست نبرد سنگین رفتند میگویند که سنگر گرفتن طالبان در خانه ها پیشروی نیروهای دولتی را کنتر ساخته است. سنگین تنور آتش جنگ در هلمند. این نیروها دوامدار اینجا با جنگجویان طالب درگیر نبرد هستند. تنها نیروهایی که صدی در برابر طالبان به جلوتر هاش شدند. گرد و پیش این بازگاه همه طالبان هستند. تدابیر هم برای بیرون راندن طالبان از این بخشی سنگین به این زودی هاست. کسایی که غفلت کرده، پرسنل عامتان مورال قوی داره، فقط این ضعیفی فقط از قماندان توله مشروط تا قماندان کندک ما لوای ماست. باید اسم مجازا شوند کسایی که در ساحهشان غفلت شده. مسیر است پر خطر. طالبان هر دو سوی جاده هستند. جنگ سنگین هنوز سنگینی می کند. نیروهای بیشتری هم از همین مسیر گذشتند، پیوستند با همسنگرانشان. اما هوای نامناسب که گهگاه هم باران می بارد سبب شده است تا حملات هوایی متوقف شود و نیروهای تازه نفس هم در سنگرهایشان بمانند. در این راه نیروهای دولتی سختترین کمینهای طالبان را شکستند تا به همسنگران گیرمانده ایشان به سنگین رسیدند. از این جایی که قطار به توکل خدا از این جایی که از این مسیری که گذشت بسیار به خوبی گذشت، بدون کدام تلفات، بدون کدام با یک روحیه قوی گذشت و اون مسیرهایی که گذشته اون مسیرها به دست نیروهای دولتی است. با لحظه غفلت شاید همه ایشان به خطر روبرو شوند. از همین خاطر ساحه را دقیق زیر دید ذره‌بینی ایشان گرفتند. سنگین است. طالبان در پایین سرک در میان خانه ها سنگرهای مستحکمی دارند و از همانجا دو شب پیش هم نبرد سنگین با این نیروها داشتند. با گذشتن کاروانی از نیروهای تازه نفس دوباره بر روی سرک طالبان برآمدند و ماینگذاری ها نیز خطر سخت بر نیروهای دولتی است. تا دو روز پیش آمدن تا به اینجا ممکن نبود. طالبان از این استقامت انداخت کردند. البته که از این خانه پشت سر خانه خانه مردم استفاده میکنه. انداخت میکنه که چیزی عدس شانه میه. با وقتی که ما از سرش انداخت میکنیم باز اونا میدروید در خانه مردم. از گذشته ها چنین بود است که طالبان در میان خانه ها سنگر بگیرند و غیر نظامیان را سپر بسازند، زیرا در چنین کار نیروهای مسلح کشور به چالش گرفته می شوند تا اینکه به غیر نظامیان آسیب نرسد. در سنگین هم چنین کار را طالبان کردند. عبدالولی آریان، تولونیوس، سنگین. همین حال هم کارم ولی آریان را سنگین با خود داریم. آقای آریان سلام برسه.
سلام بر شما. آقای آریان، میشه در قدم نخست بگین که وضعیت در هلمند در مجموع بعد سنگین در چه حال است و پیشرفت‌ها تا کجا صورت گرفته؟ روز قبل اصارت داشتن نیروهای امنیتی از نبود تجهیزات بیشتر، نرسیدن تجهیزات بیشتر و همچنان نیروی بیشتر به ولایت هلمند، و امروز در گزارش قسمی که ما دیدیم شما ذکر کردین، گفتین که نیرو رسیده در هلمند. یعنی چند روز پیش که عملیات بر ضد جنگجویان طالب برای بیرون راندن این جنگجویان در سنگین آغاز شد، به علت خرابی هوا که باران هم میبارید و چرخبال ها هم نمیتونستن بر فراز سنگین در پرواز باشن تا حملات هوایی را هم این نیروها انجام بتن، عملیات اندک به کندی پیش میرفت. اما دیروز یک بار دیگر عملیات نیروهای مسلح کشور در سنگین آغاز شد و اکنون هم در روستاها و در میان خانه ها که جنگجویان طالب پنهان هستند و در گیر نبرد با نیروهای دولتی هستند، در جستجوی از اینا یا برای تصفیه روستاها و خانه ها نیروهای دولتی برآمدند. اما یک بار دیگه هم جنگجویان طالب با آن پازگاه هایی که نیروهای دولتی تازه دست یافتند حمله کردند، که در نتیجه هم نزدیک به 30 جنگجوی طالب کشته و زخمی شدند. در کل در هلمند در دو روز پسین اندک تحرکات برای آغاز یا پیشبرد عملیات های نظامی در برابر جنگجویان طالب که در بیشترین بخش های از هلمند لانه گرفتن آغاز شده و اطمینان میتن که با آغاز هم عملیات در برابر طالبان میتونن که دستاورت های خوب داشته باشن. اما باز هم انتظار میکشن تا این عملیات به گونه گسترده در تمام بخش های هلمند پیش برن. آقای ایریان، روز پیش اشاره شد، گفتن که طالبان یا جنگجویان طالب از ولسوالی سنگین به نهر سراج رفتن، عوضی چهارم هستن و شهر لشکرگاه انتقال یافتن یا با اوج رفتن یا از جا بیجا شدن از سنگین. چی تدابیر گرفته شده؟ فکر میکنین که تمام تمرکز نیروی امنیتی بالای سنگین است یا بخشای دیگر هلمند هم است؟ جنگ قسمی که میدانین در همه بخشای از هلمند است، تنها در دو ولسوالی گرمسیر و ناوه که فعالیت های طالبان دیده نمیشد. در تمام بخش های از هلمند جنگجویان طالب در گیر نبرد هستند، فعالیت های گسترده دارند. نیروهای مسلح کشور هم قسمی که گفتم در دو روز اخیر آمادگی هایی را برای راه اندازی عملیات گسترده در برابر طالبان داره. بله، طالبان در نهر سراج، نادلی، حوزه چهارم شهر لشکرگاه، در بخش های دیگر از ولسوالی گرشک جابجا شدن و اما نیروهای دولتی هم تدابیر بر این دارن که چگونه میتونن مانع جنگجویان طالب بر از یا مانع راه اندازی حملات طالبان بر شهر لشکرگاه و گرشک شوند. دیشب هم در مربوطات یخچال در گرشک نبرد سنگین میان نیروهای دولتی و جنگجویان طالب خیلی دیر ادامه داشت، اما نیروهای دولتی توانستند که جنگجویان طالب را به عقب برانند و اجازه نتن پیشروی داشته باشه. به همین گونه این نیروها تدابیر دارن، طالبان در بخشای هم شکست را پذیرفتن و تدابیر برشان گرفته شده. اما باز هم اگر تدابیر گرفته نشد، تجهیزاتی که نیاز دارن نیروهای دولتی برشان رسیدگی نشه، ممکن این چالش ادامه داشته باشه. آقای آریان، اگر کوتاه بگوین که علت کندی عملیات چی است؟ عملیات چرا با کندی با پیش میره؟ درست مثل گذشته ها که همیشه جنگجویان طالب بخشایی را از نیروهای دولتی گرفتن یا نهادهای مربوط به دولت را طالبان گرفتن، بر علاوه از این که در خانه های مردم سنگر میگیرند، غیر نظامیان را سپر میسازند تا نیروهای دولتی در برابرشان اقدام نکنه، ماین گذاری میکنند. این ماین گذاری ها هم سبب میشه تا نیروهای دولتی پیشروی خیلی سریع عمل نکنند که برشان تلفات وارد نشه، و همچنان طالبان که در میان خانه ها سنگر گرفتن، این نیروها خیلی دقیق عملیات خود پیش میبرند یا تصفیه خانه به خانه را آغاز میکنند تا جنگجویان طالب را دقیق و خیلی
بنیادی تر از بین ببرن یا بیرون برانن که دوباره در برابر نیروهای دولتی سر بلند نکنن، و همچنان ماین گذاری ها که برای غیر نظامیان هم خیلی خطر آفرین بوده و قربانی حملات هم بیشتر غیر نظامیان بوده، نیروهای دولتی کوشش میکنن که از راه آرام آرام ماین ها را دور بسازن و راه را برای هم به غیر نظامیان و هم برای پیشروی هایشان ادامه بتن. جان سپاس از خودت ولی آریان. باز کنن. همکارم بود ولی آریان از ولسوالی سنگین هلمند. ادامه خبرها. رئیس پلیس وزارت امور داخله میگوید که نیروهای دولتی امنیت کامل پروژه تاپی را تامین خواهند کرد. این مقام پلیس که برای بررسی توانایی های نیروهای پلیس حوزه غرب به هرات رفته است میگوید که دشمنان افغانستان اجازه داده نخواهد شد تا کار این پروژه را تهدید کنند. همزمان با آغاز کار انتقال لوله گاز ترکمنستان از راه افغانستان به هند و پاکستان، نهادهای امنیتی نیز در حال بررسی چگونگی تامین امنیت این برنامه فراملی هستند. رئیس پلیس وزارت امور داخله به هرات آمده است تا توانایی های نیروهای پلیس چهار ولایت حوزه غرب را برای تامین امنیت این بخش‌ها و مبارزه با هراس افکنی در فصل سرما بررسی کند. شما اطمینان میتونم که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به تمام معنا توانمندی از این داره که البته این پروژه را بسیار به شکل موافقانه حفظ کنه و پیش بره. در همین حال فرمانده ارتش در حوزه غرب از آغاز عملیات های نظامی با فرارسیدن فصل زمستان خبر میدهد و میگوید که به زودی نیروهای امنیتی در چهار ولایت حوزه غرب به پناهگاه های طالبان حمله خواهند کرد. ما نسبت به دشمن الحمدلله بسیار برتری داریم. توانمندی های ما از هر لحاظ، سطح زارات ما، قابلیت های ما بالاست. دشمن را نسبتا محدود میسازه. باز ما هم عملیات های زمستانی خود انجام میدیم در ساعاتی که تهدید وجود داره. از سوی هم فرمانده پلیس هرات از تلاش ها برای تامین امنیت این ولایت سخن میگوید و میافزاید که برای تامین امنیت شهر هرات نیروهای ویژه گماشته شدند. یک تا نیروی اضافگی از قلوردو با نیروهای معلوه میشن، جا با جا میشن، شهر باید 24 ساعت باید پوشیده باشن. با فرارسیدن فصل سرما درگیری ها در ولسوالی های هرات کاهش یافتند، اما حمله های هراس افکنان در شهر رو به افزایشند. تنها از 10 روز به این سو 10 رویداد سوی قصد در این ولایت رخ دادند که بیشتر آماج قرار گرفتگان جان باختند. شمار از آن پناهجویان افغان که در سال 2015 میلادی از راه آب به اروپا رفتن از مرز 200 هزار گذشته است. بر بنیاد تازه‌ترین آمارهای سازمان جهانی مهاجرت در این سال بیشتر از 1 میلیون تن به اروپا رفتند که 21% آنان شهروندان افغانستان هستند. بر بنیاد آمارهای این نهاد از آغاز سال روان میلادی تا کنون بیشتر از 3700 تن در راه رسیدن به اروپا جانهایشان را از دست دادند. بر بنیاد تازه ترین آمارهای سازمان جهانی مهاجرت، از آغاز سال 2015 میلادی تا روز 31 ماهی قوس امسال 1,006,000 تن از راه دریا به اروپا رسیدند که از این میان 49% آن را پناهجویان سوری و 21% آن را پناهجویان افغانستان تشکیل می دهند. آمارهای تازه نشان می دهند شمار تمام پناهجویانی که از آغاز سال روان میلادی تا روز 21 ماه دسامبر از راه بحر به اروپا رسیدند و بیش از 1 میلیون تن رسیده است، و پیش از رسیدن به کشورهای اروپایی بیش از 3700 تن جان باختند. مقام های این سازمان می گویند که در این سال هزاران پناهجوی دیگر از راه های خشکه خودشان را به کشورهای اروپایی رساندند که آمار دقیق آنان تا کنون روشن نیست. با این هم سرازیر شدن پناهجویان به اروپا بی پیشی نبوده است. این رقم 3 تا 4 برابر بیشتر از کسانی هستند که در سال 2014 وارد اروپا شدند، و از سوی هم شمار پناهجویانی که در مسیر راه جان باختند در مقایسه با آمار سال گذشته بیشتر است. در همین حال شماری از پناهجویان به شمول پناهجویان افغانستان که به گونه غیر قانونی به یونان رسیدند از سفرشان به اروپا حکایت های تلخی دارند. من در افغانستان دانشجو بودم، اما طالبان و داعشیان بر مکتب ها نیز حمله می کردند. اوضاع امنیتی کشور ما بسیار بد است. من می خواهم به آلمان بروم و تحصیلم ادامه بدهم و جایی برای زندگی پیدا کنم.
این نخستین بار است که بیش از 200 هزار تن در یک سال افغانستان را ترک می کنند. باورها بر این هستند که افزایش بیکاری و ترس از ناامنی ها سبب شده است که شهروندان به کشورهای اروپایی بروند. نگرانی های وجود دارند که در بیش از یک سال نخست کار حکومت وحدت ملی، افزون بر ایجاد نشدن کارهای تازه هزاران تن دیگر، کارهایشان را از دست دادند. شمار از فعالان جامعه مدنی و باشندگان ننگرهار در یک راهپیمایی در شهر جلال آباد خواهان تقویت گفتگوهای صلح هستند. اعتراض کنندگان از افزایش نامنی ها در این ولایت ابراز نگرانی می کنند و از حکومت می خواهند تا تلاش های صلح جویانه را سرعت بخشد. این اعتراض کنندگان خواهان بازنگری راهکار امنیتی در ننگرهار هستند. ادامه خبرها از طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز. پس از آزادسازی شهر رمادی، نیروهای دولتی عراق برای نبرد فلوجه بسیج شدند. وزارت دفاع عراق میگوید که برای پس گرفتن فلوجه از داعشیان به زودی عملیات گسترده نظامی آغاز خواهد شد. در این حال پنتاگون میگوید که 80% از موفقیت ارتش عراق در رمادی برایند حملات هوایی ائتلاف جهانی بوده است. نخست وزیر عراق از رمادی مرکز ایالت انبار دیدار کرد و در میان صدها تن از نیروهای دولتی آزاد شدن این شهر یا بزرگترین پیروزی حکومتش در برابر داعشیان را جشن گرفت. هرچند داعش با جنگ افزارهای سبک و سنگین بر محل دیدار حیدرالعبادی گلوله‌باری کردند، اما به کس آسیبی نرسید. عبادی میگوید که فردا 31 دسامبر برای تجلیل از این پیروزی در سراسر عراق تعطیلی عمومی خواهد بود. على هذا الانتصار البار وان شاء الله احنا ورا الدواعش. من این پیروزی را به تمامی عراقیان شاد باش می گویم. انشاءالله داعشیان را در ارگوشه و کنار سرزمینمان دنبال خواهیم کرد و یک داعشی را نیز نخواهیم ماند. من به مردم ایالت نینوا به ویژه شهر موصل می گویم که ما برای آزادسازی تان می آییم. اما در پیروزی های پسین ارتش عراق در نبرد با داعشیان، نیروهای هوایی ائتلاف جهانی نقش کلیدی بازی کردند. در ماه گذشته 10 مهره رهبری داعش به شمول تراهان و کسانی که در حمله های پاریس دست داشتند و نیز حمله های بیشتر را در غرب برنامه ریزی می کردند، در حمله های هوایی ما کشته شدند. گستره زیر نفوذ گروه داعش در عراق اکنون به 20% کاهش یافته است و روشن نیست که شکست داعشان در بخش های دیگر به چه بهایی برای نظامیان عراقی تمام خواهد شد. و اکنون نگاه زودگذر داریم به چند رویداد دیگر در جهان. موشک های سپاه پاسداران ایران در نزدیکی کشتی های هواپیمابر امریکا در تنگه هرمز فرود آمدند. مقام های امریکایی این رویداد را تحریک‌آمیز می گویند. این رویداد انگامی رخ داد که سپاه پاسداران ایران سرگرم رزمایش در این آبها بودند و گفته می شود این موشک ها به گونه مستقیم به سوی کشتی های هواپیمابر امریکا پرتاب نشدند. یک جنگنده بحرین در مرز عربستان سعودی با یمن به علت عوارض فنی سقوط کرد. سخنگوی ائتلاف عرب میگوید که این جنگنده F-16 که میخواست پایگاه شورشیان اوسی را در یمن آماج قرار دهد در منطقه جازان سقوط کرد، اما خلبان آن جان سالم به در برده است. گردبادها و سرازیر شدن سیلابها بخشای از رودخانه میسیسیپی را بست. در نتیجه این گردبادها و سیلابها تاکنون 13 تن جان باختند. هند یک موشک دوربرد زمین به هوا را امروز موفقانه آزمایش کرد. سخنگوی روابط عامه نیروهای دریایی هند می گوید که این موشک توانایی دفاع در برابر موشک ها را دارد و می تواند هدف ها را در فضا ردیابی کند و آماج قرار بدهد. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. قرار است یک هیئت بلندپایه حکومت وحدت ملی به ریاست رئیس جمهوریه به ایران سفر کند. مسئولان وزارت امور خارجه میگویند که در این سفر سرازه که دوشنبه آینده آغاز خواهد شد، مقام های دو کشور درباره گسترش رابط بازرگانی و ترانزیتی به ویژه درباره نهایی سازی توافقنامه بندر چابهار گفتگو خواهند کرد. در این حال شمار از آگاهان میگویند که ایران سخت علاقمند است که درباره حل مشکلات مهاجرین افغانستان در این کشور و نیز درباره مسائل وابسته با پای مرزی میان افغانستان و ایران گفتگو کنند.
گسترش روابط بازرگانی و ترانزیتی میان افغانستان، ایران و هند با کارگیری بندر چابهار برای ترانزیت کالاهای افغانستان، شتاب بخشیدن در کار پروژه های توسعه میان دو کشور و گسترش همکاری های اقتصادی میان افغانستان و ایران از مسائلی هستند که در سفر هیئت افغانستان به ایران روی آنها بحث خواهد شد. بسیار زیاد مهم است نظر به ای که دیده شود که چی امکانات دیگر ما میتونیم از اینجا داشته باشیم برای طبقه تجار و سرمایه گذار خود، و در ضمن از او ببینیم که هندوستان و ایران چقدر سهولت ها را میسر ساختن تا افغانستان از او بهره ببره. از سوی شماره از آگاهان به سفر هیئت افغانستان به ایران خوشبین هستند و میگویند که در نشست مقام های دو کشور احتمال دارد که ایران تعهدات تازه را برای کمک به افغانستان نیز اعلام کند. بندرهایی که از چابهار و از اینجا در رابطه از نیمروز، از اسلام قلعه و از دیگر آدرس ها در رابطه افغانستان فعال است، اتفاقا اگر ما کوشش بکنیم که روند بازرگانی را تقویت بکنیم، مشکلات زیاد افغانستان در این زمینه حل خواهد شد. این در حالی است که قرار است تا دو ماه دیگر توافقنامه ترانزیتی و بازرگانی بندر چابهار میان افغانستان، ایران و هند در دهلی نامنهایی شود. با مسئولان وزارت امور خارجه میگویند که در سفر هیئت افغانستان به ایران درباره مسائل مشترک دو کشور در این توافقنامه نیز بحث خواهد شد. و این هم نرخ شماره از ارزها در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 40 پول، یک یورو 74 افغانی و 70 پول، یک درهم امارات 18 افغانی و 60 پول، 1000 روپیه هندی 1050 افغانی، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 40 پول، با 1000 روپیه پاکستانی 639 افغانی. و اکنون این هم سمیر رسا با چند خبر ورزشی. آقای رسا خیلی خوش آمدید. چه داشته های ورزشی امشبتون؟ این روزها پیروزی های تیم های ملی فوتبال و کرکت افغانستان زبان زده عام و خاص شده. دیشب کرکت افغانستان زیمبابوه یک بار دیگر شکست داد. فردا افغانستان با سریلانکا مسابقه داره. امروز مربی سریلانکا گفت ما در برابر یک تیم قدرتمند مانند افغانستان مسابقه داریم. ما این گزارش ها را پس از میان برنامه کوتاه تقدیم میکنیم. باستم خوش آمدید. مربیان تیم های ملی فوتبال افغانستان و سریلانکا امروز در یک نشست خبری حاضر شدند و درباره رویارویی این دو تیم در مرحله نیمه نهایی رقابت های فوتبال قهرمانی جنوب آسیا سخن زدند. در این نشست آقای پیتر شگرد مربی تیم ملی فوتبال کشور از آمادگی بهتر شاگردانش سخن میزند و میگوید که وی برای به دست آوردن پیروزی و شادمانی مردم افغانستان به اینجا آمده است و تصمیم وی فتح جام قهرمانی است و تیم ملی فوتبال کشور فردا با انگیزه بلند پا به میدان خواهد گذاشت. در همین حال مربی سریلانکا تیم ملی فوتبال افغانستان را یک تیم پرقدرت می‌داند و می‌گوید که امیدوار است شاگردانش یک بازی خوب در برابر افغانستان انجام بدهند. تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و سریلانکا فردا در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های فوتبال قهرمانی جنوب آسیا روبروی هم می‌ایستند. این بازی به گونه قانونی و زنده از تلویزیون‌های طلوع و لمر پخش خواهد شد. تیم ملی کرکت افغانستان با سم زیمبابوه را شکست داد. میلپوشان کرکت کشور در دومین دیدار بین‌المللی پنجاورهشان در شارجه مراد به مساف زیمبابوه رفتند و سرانجام با سم در برابر این تیم به برتری رسیدند. در این دیدار نخست بازی را زیمبابوه آغاز کرد و در پنجاور با از دست دادن هفت بازیکنش 254 دوش را برای افغانستان هدف تعیین کرد. بازیکنان افغانستان هدف داده شده را در 48 آور و با از دست دادن 6 بازیکن برار دست یافتند و به پیروزی دست یافتند. در این دیدار شهزاد محمدی با انجام 131 دوش لقب بهترین بازیکن میدان را به دست آورد. تیم های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه 5 دیدار یک روزه و 2 دیدار 20 آوره بین‌المللی را در شارجه امارات متحده عرب برگزار می کنند که تاکنون در 2 دیدار برگزار شده یک روزه افغانستان پیروز میدان بوده است. کرکت بازان کشور در سیومین دیدار پنجاورهشان بروز شنبه هفته آینده با سم در برابر زیمبابوه به میدان می روند. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. شاد و کامگار باشید.